د افغانستان د زندانونو د چارو د تنظیم اداره وایي د هیواد په ټولو زندانونو کې 9,224 بندیان دي چې 16,446 کسان یې پکې نارینه دي او د ټولو بهرنیو بندیانو شمیر 199 تنه دی. دغه اداره وایي د داعش ډلې 479 کسان او 3,603 بندیان د طالبانو اړوند کسان له دوی سره بندیان دي او د القاعدې شبکې هیڅ بندي له دوی سره په بند کې نشته. دوی یاد سرګندونې په پلازمینه کابل کې ملت د حساب ورکونې په موخه یوې جوړ شوې غونډه کې وکړې. 29,248 نفر است. 29,248 نفر. از این جمله زکور محبوسین ما 16,446 نفر است. اوناس ما 300 محبوسین برتون میگم 368 نفر است. خارجی ما 199 نفر. ذکور خارجی 242 نفر است. اوناس خارجی 147 نفر است. ذکور داخلی 28,125 نفر است. اوناس داخلی 734 نفر در تمام محابس کشور هستند. دغه اداره وایي په ټولو زندانونو کې یې د بندیانو د زده کړې او تحصیلي درجې کچې تثبیت کړې دي او په پام کې لري چې بندیان ته د ښوونې او روزنې پروګرام پیل کړي. د دغې ادارې مسؤلینو زیاته کړه تر 400 په نشهیي روږدي بندیان رغېدلي دي چې دوی د معتادو بندیانو د درملنې لپاره 45 ورځنی پروګرام پیل کړی دی. اصلاح و تربیت مجدد زندان ها اساسی ترین اهداف زندان ها است. اداره در این زمینه گام های مهم را برداشته که مهمترین آنها عبارتند است: تثبیت سطح سواد زندان ها در تمام زندان های کشور انجام شد. تمام کشور در تمام زندان های ما تیم های تخصصی ما رفتن و پرسشنامه ها را دادن. حال ما یک ارقام دقیق داریم که سطح تحصیلی محبوسین ما در کدام سطح هستند. اقدامات اساسی در اعتبار دهی به اسناد فراغت متعلم مراکز تعلیمی زندان ها صورت گرفت، یعنی که اگر کسی صنف نور خوانده بعد از او نخوانده ما برایشان مکاتب اگه ایجاد میکنیم. این مکاتب باید که چیز داشته باشن، این مکاتب باید که از سند رسمی داشته باشه از طریق وزارت محترم معارف تا ای که از ایج اگه اینا بیرون میشن بعد از او بتانن ادامه تحصیلات خود انجام بدن. در غیر از او تعلیم و تربیه ما باز بیمانا می بود. در دغه اداره مسئولین وایی مخکې د کورنۍ چارو وزارت په اډانه کې د دې ادارې لپاره نیمه خپلواکه بودیجه ورکول کېده، خو په 1400 مالی کال کې ځانګړې بودیجه په هم کې ورته نیول شوې ده. در جریان سال 1399 حدود یا بیشتر از 400 زندانی که معتاد به مواد مخدر بود طی برنامه مشخص از طرف ریاست سیه ما با همکاری شرکای بین المللی ما خوشبختانه مورد تداوی معالجه قرار گرفتند که دوباره صدیاب شده و به مدت حبس خود حاله تکمیل میکنند. این برنامه البته طی برنامه مشخص 45 روزه روی زینا تطبیق میشه و دوامدار است هم در مرکز و هم در ولایت. دغه اداره وایي په تیر یو کال کې د هیواد زندانونو کې د نشه یي توکو په ګډون د زندانیانو په لاس جوړې جراحه وسیلې، موبایلونه او ګڼ نور هغه شان نیولې چې زندان کې پر ساتلو بندیز دی.